عاقبت و پرورش قرار گرفتند. خواستیم در این گزارش گوشه ی زندگی این اطفال را به تصویر بکشیم. پرورشگاه تهیه مسکن شهر کابل در سال 1360 تأسیس گردید. ارائه امکانات برای زندگی و توانمندسازی کودکان بی سرپرست در این مکان جزء تلاش‌های حکومت افغانستان را تشکیل می‌دهد. اطفال در این پرورشگاه‌ها علاوه بر مضامین مکتب، آموزش در بخش کامپیوتر و لسان انگلیسی را نیز فرا می‌گیرند. دو تن از پسرانی که در این پرورشگاه زندگی می کنند در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند: ما در اینجا کامپیوتر، تکنیک موبایل و انگلیسی می آموزیم. البته برنامه های هاردویر و سافتویر درس می دهند به ما و بسیار خوب است. ما از مدت 13 سال می شه که در لیلی هست. حالا من خودم 17 سال هستم. بسیار از سم خورد در لیلی هستم. در لیلی تانستیم که بسیار از سواد خوب بگیرم و بعد از او زیاد تانستیم که در کمپیوتر کوشش کنم و حال خودم هم استاد مرکز آزادیستم و درس میدم. سید عبدالله هاشمی، رئیس عمومی پرورشگاه های افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که به تعداد 78 پرورشگاه در افغانستان موجودند که 48 آن را پرورشگاه های خصوصی تشکیل می دهند. آقای هاشمی افزود که در شهر کابل دو پرورشگاه دولتی وجود دارد. یکی پرورشگاه تهیه مسکن که در آن پسران نگهداری می شوند و دیگر هم پرورشگاه علاودین برای دختران. در پرورشگاه تهیه مسکن به تعداد 480 پسر به سر می برند. به گفته مسئولان این مرکز، به تعداد 150 تن از شاگردان این پرورشگاه در 3 سال گذشته فارغ شدند. ارائه امکانات برای زندگی و توانمندسازی کودکان بی سرپرست در این مکان جزء تلاش‌های حکومت افغانستان را تشکیل می‌دهد. ارائه خدمات صحی بخش دیگری از سهولت‌هایی است که در این پرورشگاه برای اطفال بی سرپرست در نظر گرفته شده است. متعلم صف نهم و در لیسه پرورشگاهی